درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی با گفتگوی ویژه درباره بازی ایران و آمریکا. همراه هستیم با امیر حسین میراسمایلی، خبرنگار ورزشی. امیر حسین، برای ما بگو که این بازی رو از لحاظ فنی چطور دیدی و چطور ارزیابی می‌کنی بازی امروز ایران رو؟ درود بر شما. تیم ایران امروز برخلاف بازی گذشته از ابتدای بازی تا حدود دقیقه 70 بازی تقریبا حرفی برای گفتن نداشت مقابل آمریکا. آمریکایی‌ها بسیار خیلی راحت‌تر توپ رو به جریان مینداختن. مالکیت توپ با آمریکایی‌ها بود. مثلا آماری که در نیمه آخر نیمه اول منتشر شد، تقریبا 2/3 مالکیت توپ در اختیار آمریکایی‌ها بود. تقریبا 2 برابر ایران پاس دادن، دقت پاسشون بیشتر بود و نشون دادن که حرفه‌ای‌تر هستن آمریکایی‌ها. تا رسیدیم به حدود دقیقه 70 بازی که اونجا خب طبیعتاً چون تیم ایران به یک مساوی هم حداقل نیاز داشت که بتونه صعود بکنه به مرحله بعدی، خیلی فشار آورد. اما در اون 20 دقیقه آخر، 25 دقیقه آخر بازی هم آمریکایی‌ها باز هم منطقی دفاع کردن. ما می‌دیدیم که پرسو از حدود 18 قدم ایران شروع می‌کرد تیم آمریکا، برخلاف اینکه بازیکنان تیم ایران حملاتشون خیلی بی‌برنامه بود و فکر میکنم که تیم کیروش امروز خیلی با استرس بازیکناش وارد زمین شدن و کیروش هم برنامه خاصی برای این بازی نداشت و اگر آمریکایی‌ها دقت می‌کردن حتی شاید میتونستن که گل‌های دوم و سوم رو بزنن، اگرچه که تیم ایران هم موقعیت‌های خطرناکی داشت در این بازی. اما در کل فکر میکنم که کارلوس کیروش برای این بازی خیلی به شانس نیاز داشت که بتونه حداقل یه مساوی رو بگیره، چون به هر حال کیفیت فنی تیم آمریکا مشخص بود که از تیم ایران بالاتر. اونها با تیم قوی مثل انگلستان که مدعی جمعه مساوی کرده بودن و فکر میکنم که از ابتدای بازی کارلوس کیروش میتونست تیمش رو تهاجمی تر ببنده. به نظر تو امیر حسین، حکومت ایران و در واقع دستگاه امنیتی اون چقدر تأثیر داشت در ایجاد ابراز تنفر و حتی بی‌تفاوتی در بسیاری از مردم ایران که نسبت به تیمشون واقعا واکنش‌های طبیعی که باید نشون داده بشه نسبت به تیم ملی فوتبالی کشور این قضیه اتفاق نیفتاد این بار؟ بله، من فکر می‌کنم که مقصر اصلی در این بین فقط جمهوری اسلامیه، چون فوتبال رو آلوده کردن، چون باعث شدن که مردمی که این روزها در بیش از 70 روز اخیر خواستار براندازی و برکناری نظام جمهوری اسلامی هستن، تیم فوتبال رو هم جزوی از دشمن خودشون قلمداد بکنن. از ابتدا که شروع کردن، اونجور که مثلا امروز گزارش CNN هم تایید کرد، خانواده های بازیکنان رو تهدید کردن که به بازیکن‌ها فشار بیارن که مثلا سرود جمهوری اسلامی رو بخونن یا قبل از اینکه برن در مقابل فردی مثل ابراهیم رئیسی با اون کارنامه سیاه تعظیم بکنن و مصاحبه‌های مختلفی که بازیکن‌های مثل علیرضا جهانبخش، احسان حاج صفی، مهدی طارمی کردن که علیه منافع مردم ایران بود. طبیعیه که مردم ایران این تیم رو دوست ندارن. طبیعیه که وقتی که این تیم اوت میشه، تو همین دقایق بعد بازی هم دیدیم که تو بعضی از شهرها مردم خوشحالی کردن، مثل بازی با انگلستان که حتی بعضی از مردم پرچم انگلستان و پرچم بریتانیا رو آوردن تو خیابون. مقصر اصلی قطعا جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه طبق گفته خودشون حداقل 20,000 نفر رو فرستادن به قطر با پول بیت المال و برنامه داشتن برای اینکه اگر تیم فوتبال جمهوری اسلامی به مرحله بعدی صعود بکنه، فردا رو تعطیل رسمی اعلام بکنن و صدها میلیارد تومان هم ظاهرا هزینه کرده بودن برای جشن فردا از جیب مردم ایران. طبیعیه که مردم یا بی‌تفاوت باشن نسبت به شکست یا موفقیت این تیم یا خوشحال بشن از حذفش. وقتی شما میخواید از فوتبال سوء استفاده بکنید برای رسیدن به مقاصد سیاسی خودتون، برای اینکه جو مردم ایران رو در مقابل دید سایر دنیا رسانه‌ها جور دیگه‌ای نمایش بدید، کارناوال از ایران میفرستید قطر، یه سری گروه ها مثلا مثل خانوم آقایون برن اونجا برقصن و موسیقی و اینا، اون هم تو شرایطی که ملت عزادارن
حداقل 45 تا کودک فقط کشته شدن، بیش از 450 نفر شهروند ایرانی به ضرب گلوله و باتوم ماموران جمهوری اسلامی کشته شدن. در این حین وقتی شما همچین کاری میکنی، وقتی میخوای فوتبال رو سپر خودت قرار بدی، طبیعیه که مردم ایران گارد میگیرن، طبیعیه که متنفر میشن از این بازیکنان و خیلی ها هم دست به دعا شدن برای باخت و حذف این تیم که طبیعتاً تیم ملی فوتبال ایران نبود بلکه تیم حکومت اسلامی ایران بود. امیر حسین، به نظر تو اگر که این حواشی اتفاق نمی‌افتاد، با توجه به آمادگی های تیم فوتبال برای ورود به جام جهانی، اگر تمام این اتفاقات حاشیه‌ای که این بار پیش اومد اتفاق نمی‌افتاد، چطور ارزیابی می‌کردی؟ چه احتمالی می‌دی که چه اتفاقهایی ممکن بود بیفته که نیفتاد؟ بله، با توجه به اینکه گروه ایران واقعا گروه سختی نبود و قرعه خوبی نصیب ایران شده بود، اگر هیچ کدوم از این اتفاقات نمی‌افتاد، اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر مردم درگیر این همه مشکلات نبودن و اگر همین بازیکنان رو در شرایط نرمال آماده حضور در این مسابقات می‌کردن، بدون شک تیم ایران میتونست به مرحله بعدی صعود بکنه برای اولین بار. اما خب همه این عوامل دست به دست هم داد، از انتخاب یک فرد نزدیک به سپاه باستاران مثل مهدی تاج برای ریاست فدراسیون، از حذف فوتبالی هایی که از جنس مردم هستند مثل علی کریمی، مثل علی دایی، مثل بوریا غفوری و و و پرویز بروند که اومد در کنار مردم تو خیابون اعتراض بکنه به جمهوری اسلامی، رو دیدین که چه بلایی سرش آوردن. بنده خدا امروز هم که با وثیقه آزاد شد، یه سری رفت بیمارستان به خاطر وخامت حالش، و ده ها فوتبالیست و ورزشکاری که محرومشون کردن یا بازداشتشون کردن. خب اگه جمهوری اسلامی نبود، قطعا همه ما الان خوشحال بودیم، فکر میکنم بابت اینکه تیم ما صعود کرده به مرحله بعدی، چون تواناییش رو داشتن، فوتبال ایران این پتانسیل رو داره. اما الان یا همونطور که عرض کردم، یا خیلی ها بی تفاوتن و یا خیلی ها هم از هموطنان ما خوشحالن بابت اینکه تیم ایران صعود نکرده، که جمهوری اسلامی نتونه سوء استفاده بکنه دوباره و در همین سر و صدایی که فوتبال راه انداخته هم بتونه به سرکوب خشن و کشتارش ادامه بده در لوای این مسابقات. خیلی ممنون که در این گفتگو همراه ما بودید.